شهر فاصله گرفتیم. اینجا در روستای خدافرید حکایت زندگی متفاوته. اصلا ما معنی بیکاری نمیدنیم چی؟ از هر خونه ای آوای خوش تولید به گوش میرسه. از قدیم تو هر خونه یه دار قالین بوده. به اختصار خانواده مثلا خواهی کمک کنه به شوهرامو قالیم بافه. در کوچه پس کوچه های این روستا هم دور همی هایی از جنس تولید رو میشه دید. ما بیرونیم که میاییم بیکار نمیشیم. الان داشتین چی کار میکردیم؟ الان رشته میکنیم. محصولات روستا میاریم بستبندی میکنیم همیجو کار دیگه دوروبر همه. و کوههای این روستا محل رویش گیاهان داروییه. گل سرسبزش که همین انقوزه است، برش هم آویشنه که امسال خوب بوده. برداشت انقوزه است صبح زود مریم تازارم تلاش میکنیم. دستان سخاوت باغاتش هم پر شده به میوه هایی خوش آب و رنگ. تو باغامو همه چی داریم، زردالو، آلوبالو، آلوچه، با کیفیت و با فروش. هر چی که میوه ای ممنم ها زردالوش کشته مکنه، آلوچهش خوش مکنه. و در کنار کشاورزی در تولید گوشت و فرآورده های لبنی هم پیش دازن. ما اینا کشکو و خروط و اینا دیگه میکنیم. گردشگری بودن روستا هم دغدغه‌ای برای فروش محصولات نذاشته. امسال هر تا از فرانسه اومده بودن اینجا. ما محصولات روستامون نیاز نیست ببریم شهرستان اونجا بفروشیم، همینجا دیگه گردشگرا میان اینجا میفروشیم. میایم اینجا از محصولاتشون خرید میکنیم، برای اقوام و دوستانمون تو شهرستانهای دیگه هستن، به عنوان سوغات سوغاتی میگیریم و میبریم. در بشریه 100 روستا و آبادی وجود داره که تاکنون از ظرفیت تولید و اشتغال اون کمتر استفاده شده. در این روستای خوش آب و هوا در کنار تولیدات بالای محصولات زراعی و باقی، همت و تلاش زنان و مردان در فراوری این محصولات ارزش اقتصادی بالایی را نصیب مردم میکنه. حسنی پورغزنین، خبرگزاری صدا و سیما، روستای خدافرید، بشرویه.